السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بیست و نهم فروردین ماه سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم. به ارواح مطهر شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران درود می‌فرستیم. یاد و خاطره ایثارگری‌ها، مجاهدت‌ها، ایستادگی‌های ایثارگران و جانبازان عزیز رو همواره گرامی می‌داریم. برای خانواده معزز و مکرم ایثارگران و خانواده بزرگوار آزادگان، سلحشوران، از خداوند متعال طلب اجر و پاداش داریم. امام بزرگوار ما حکیمانه روز رو روز ارتش اعلام کردند. ارتش ما ارتش خداخواه، مردم دوست، با بصیرت، مکتبی، دارای روحیه انقلابی است. بصیرت ارتش جمهوری اسلامی ایران در بهمن 57 و جلوه زیبایی که از میثاق با امام بزرگوار از خود به یادگار گذاشت، بهترین جلوه بر بصیرت ارتش است. همراهی با مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی در کارنامه ارتش جلوه‌گر است. ارتش جمهوری اسلامی در دفاع مقدس بسیار خوش درخشید. در عملیات‌های مختلف، عملیات بیت المقدس، عملیات فتح المبین، عملیات صامد الائمه علیه السلام و بسیاری از اقداماتی که در جبهه های حق علیه باطل توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد، در زمین، در دریا و در آسمان. چهره‌های نامداری از شهدا که همواره نامشون زینت بخش هر کوی و برزن است و ما به اونها افتخار می‌کنیم، حماسه آفرینی کردند. از خود اخلاص را، مردمداری را، شهامت، شجاعت، صلابت، ایستادگی در مقابل دشمن را بیادگار گذاشتند و برای عصرها و نسلها الگوهای ماندگار شدند. اینان هیچ زمانی از خاطره ملت ایران محو نخواهد شد و تاریخ همواره اینان را به عنوان افتخار آفرینان کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتش بزرگ ما یاد می‌کند. و رفعنا لک ذکرک. خداوند اگر کسی را نام‌آور کند، نام او ماندگار است و اینان را خداوند متعال نام‌آور کرده است، نام‌آورانی که هرگز نام آنها فراموش نخواهد شد.
پیوستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برادری و صمیمیت و همراهی به عنوان دو بازوی توانمند فرماندهی معظم کل قوا. در عرصه‌های مختلف همکاری ارتش و سپاه و همه اجزای نیروهای مسلح در کشور ما مثال زدنی است. نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های بسیاری دارد. محوری ترین توانمندی او دارا بودن از نیروهای مخلص، خداخواه، معنویت محور و انسانهای خطرپذیر که آمادند در میدان خطر کنند و با هر دشمنی مواجه شوند. نیروی کارآزموده با مهارت آموزش دیده ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی منضبط، انقلابی، مکتبی و دارای روحیه ارزشمند دفاع از کشور، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و اطاعت از فرامین فرماندهی معظم کل قوا. مهمترین مؤلفه قدرت و قوت در نظام جمهوری اسلامی، مردم متحده ما بعد از جنگ تحمیلی به بازسازی خود پرداختند، به نحوی که امروز توانایی نظامی ما نه فقط در منطقه، در جهان زبان زد است. ارتش بسیار خوب از تحریم‌ها و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرد برای توانمند شدن. امروز ما صنایع نظامیمون در بهترین شرایط در کشور قرار دارد، به نحوی که ما باید در توانمندی صنعت کشور از صنایع نظامی بهره ببریم. بهترین استفاده رو در این فضای تحریمی صنایع نظامی انجام دادند و توانمندی بسیاری پیدا کرد ارتش جمهوری اسلامی در این میدان. ارتش جمهوری اسلامی نه فقط در میدان مبارزه با دشمن، بلکه در همه عرصه ها با مردم، از مردم و در مردم است. در خدمت رسانی به مردم، ارتش جمهوری اسلامی بسیار فعالیت قابل تقدیری انجام داد. در مسئله کرونا در کنار مردم بود. تمام خدماتی که در مراکز بهداشتی و درمانی انجام می شد، ارتش آمد به کمک مراکز درمانی و بسیار خوب عمل کرد. هم عزیزان در سپاه و بسیج، هم در ارتش جمهوری اسلامی امکانات بسیار خوبی رو در اختیار مردم گذاشتن و مردم از این جهت بسیار متشکرن از خدمات و زحمات ارتش جمهوری اسلامی. در سیل، در زلزله و در همه آفات طبیعی در کنار مردم بود ارتش. خدمت رسانی ارتش به مردم، به مردم آسیب دیده، خدمت رسانی قابل تقدیری بود و همواره مردم از این خدمات و از این جانفشانی ها که اولین گروه هایی که در مناطق زلزله زده و سیل زده حاضر می شدند، عزیزان ارتشی ما بودند، عزیزان سپاهی ما بودند، نیروهای بسیجی ما بودند و ارتش هیچ زمانی میدان رو ترک نمی کرد تا
مطمئن نمیشد برای رفع مشکل مردم میدان رو ترک نمی کرد. این حرکت و این حضور قابل تقدیر حقیقتاً. امروز ارتش جمهوری اسلامی نیروی مجهز و آماده است برای دفاع از کشور، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و جایگاهی است که مورد اعتماد و اطمینان مردم است و مردم به ارتش اتکا می کنند. به عنوان یک نیروی آماده مجهز و در میدان، پیام این آمادگی به دوستداران انقلاب اسلامی پیام امید است. ارتش امیدآفرینه و پیامی هم برای دشمن دارد. این آمادگی پیامش برای دشمنان است که بدانند قدرت نیروهای مسلح ما قدرت بازدارندگی است از هر گونه حرکتی که دشمن بخواد بر علیه نظام ما و بر علیه مردم عزیز ما داشته باشد. پیام این آمادگی برای دشمنان است که کوچکترین تحرکی از ناحیه دشمنان از چشمهای تیزبین نیروهای مسلح ما هرگز مخفی نیست. پیام به رژیم صهیونیستی آن است که اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست. و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته، حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود. و حتما بدانید قدرت عظیم نیروهای مسلح ما شما را آرام نخواهد گذاشت. امروز پیام آمادگی ارتش آن است که ما در جنگ با صدامیان، در جنگ با نیروهای نه فقط عراق بلکه الکفر ملت واحده، در جنگ تحمیلی یکی سلاح میداد، یکی اطلاعات میداد، یکی پول و امکانات و تجهیزات میداد در مقابل ملت ایران و در مقابل ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما سفارایی کردند. اما عاقبت چه شد؟ ببینید سرنوشت صدامیان رو، ببینید سرنوشت آنانی که امروز اعتراف میکنن به شکست خودشون. ببینید به امریکایی ها عرض میکنم اون چه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد در مقابل جهانیان که ما در تمام تحریم ها و فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی ایران شکست مفتزهانه نصیبمون شد. این سرنوشت کسانی است که میخواهند با نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیفتند. اما پیام این اقتدار، صلابت، ایستادگی و این قدرت به همه محرومان مستضعفان عالم اینه که امروز نیروهای مسلح ما نقطه امید هستند برای مستضعفان، نقطه امید هستند برای مظلومان عالم، چون در سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از مظلومان عالم یکی از موارد و اصول سیاست جمهوری اسلامی ایران است. من به عنوان خدمتگزار مردم از فرماندهان عالی
ارتش جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم. به عنوان خدمتگزار مردم از همه شما عزیزان و همه کسانی که صدای من رو میشنوید از طریق تصویر عرض میکنم، امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دل مردم جای دارد و این ارتش تحت فرماندهی معظم کل قوا برای انجام مأموریت‌های محوله آمادگی دارد و این آمادگی برای کشور ما توفیق بسیار بزرگی است که باید بر این توفیق خداوند متعال را همواره شاکر باشیم. در محضر امام بزرگوارمون و شهدای عالی قدرمون، این پیمانی که امروز ارتش جمهوری اسلامی با امام، با شهدا، با رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی میبندد، پیمانی همیشگی و میثاقی پایدار است. خداوندا به حق خودت و به حق امام مجتبی علیه صلوات المسلمین که این روزها روز ولادت با سعادت امام مجتبی است، و ارتش جمهوری اسلامی اقتدار و صلابت بیش از پیش مرحمت فرما. پروردگارا به عزت و جلالت و به حق این ایام که ایام دلدادگی به توست، ماه مبارک رمضان، ماه صیام، قیام، لیلة القدر، ماه قرآن و نزول آیات الهی بر قلب مقدس پیامبر عظیم الشأن، خدایا به حق این ایام و به حق شهید بزرگوار این ماه امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین، دشمنان انقلاب اسلامی اگر قابل هدایت نیستند به دست ماری شکنشون بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت میدهیم خودت با اولیاءت همواره حامی ملت بزرگ ایران بودید، امیدوارم همواره حمایت تو و اولیاءت رو از این ملت دریغ نداری. تشکر میکنم از همه عزیزان و همه بزرگواران و سرداران عزیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عمرای ارتش جمهوری اسلامی و ریاست محترم ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. و السلام علیکم و رحمت الله.